موثرترین و سالمترین فرمول طبیعی تقویتی برای اشتیاق و توانایی جنسی لیبیدولنگس اگر یه درختی توی یه جنگلی بیفته و کسی نباشه که صدای اونو بشنوه آیا واقعا صدایی ایجاد میشه یا نه؟ یه مثال که خیلی میزنن ولی در نهایت خیلی چیزها همیشه وجود داره و ممکنه ما با این پنج حسمون نتونیم اونها رو درکشون بکنیم و یا حسشون بکنیم و بنابراین این دلیل برای نیست که وجود نداشته باشه فقط خیلی موقع ها شرایط باید موجود باشه که یک چیزی ترانسفورم بشه و یا تغییر ماهیت بده به یک شکل به یک شکل دیگه تبدیل بشه و یا یک صورت دیگه به خودش بگیره مثل انسان و یا مثل اینکه یه مثال خیلی خوب براتون بزنم شما فرض کنید مثلا در خونه شما تلویزیونی وجود نداره و رادیویی وجود نداره من الان اینجا دارم برای شما صحبت میکنم آیا من که دارم صحبت میکنم و این امواج از طریق ماهواره پخش میشه آیا همه جا وجود داره بله آیا در خونه شما هم وجود داره بله آیا شما حسش میکنین خیر به خاطر اینکه اون دستگاه تلویزیون و دستگاه رادیو رو ندارین که اونو حس بکنین پس شرایط کاملا ایجاب نشده درست مثل اینه که مثلا فرض کنین یک گل برای اینکه از قنچه و یا از اون دانه تبدیل بشه به یک گل و یا درخت و یا میوه بده و غیره شرایط باید مساعد باشه نور آفتاب، خاک، آب و خیلی از چیز دیگه باید مساعد باشه اگر نباشه اون دانه نمیتونه تبدیل به یک گل بشه و یا گیاه بشه و یا درخت بشه و میوه بده بدن ما انسان ها هم یک شرایطی باید همیشه وجود داشته باشه که اون روح ما و یا به هر حال اون چیزی که باید شکل بگیره بهش شکل بده ایجاد بشه اون شرایط و تبدیل به یک انسان با یک بدن بشه ولی دلیل بر نمیشه که وجود نداره امیدوارم که منظورم رو بتونین متوجه بشین که دقیقا چی دارم میگم به حال اینا یک بازیایی هستش که ذهن ما داره با باهاش بازی میکنه و همینطور که حتی من دارم صحبت میکنم خب چون صحبت من خیلیش از ذهنم میاد ولی بعضی موقع ها هم در درون وجود خودم میرم و یه صحبتایی میکنم خودم بعضی موقع ها ممکنه گیج بشم و امیدوارم که شما عزیزان رو گیج نکنه حالا خیلی ها میگن که بله انسان خب وقتی که میمیره نابود میشه و نیست میشه ولی آیا واقعا فکر کنیم راجبش همون جوری که هیچ چیزی از هیچ به وجود میاد از هیچ نمیتونه به وجود بیاد آیا میتونه یه چیزی هم هیچ و نابود بشه مسلما نه آیا اون برگ درختی که میفته پایین آیا برگ درخت که تموم میشه نه حتی اگه پود بشه و از چشم ما ناپدید بشه و یا با خاک قاطی بشه باز به هر حال تغییر ماهیت داده و یک شکل دیگری به خودش گرفته هیچ چیزی از بین نمیره در این دنیا به خاطر اینکه هیچ چیزی به وجود نیامده به وجود آمدن زائده ذهن ماست اگر میگن آفرید و به وجود آمد و غیره اینها یه چیزایی که زاعده ذهن ما هست برای اینکه بتونیم درک بکنیم بتونیم احساس بکنیم که یه چیزی که به هر حال هست باید یه موقعی به وجود آمده باشه چون ما همه چیزو با زمان میسنجیم همه چیزو با ذهنمون میسنجیم و همه چیزو با آمدن و رفتن با بالا و پایین و با بودن و یا نبودن و غیره و یا با تاریکی و نور میسنجیم مثلا اگر یه چیز در یک نقطه تاریکی وجود داشته باشه و ما نتونیم ببینیم دلیل بر این است که وجود نداره نه یه نور چراغ که میندازیم یه دفعه برای ما یه همچین چیزی وجود خارجی پیدا خواهد کرد اینه که خیلی از این چیزهایی که ما الان بهش فکر میکنیم مثل تولد و مرگ و بودن و نبودن و اگزیستنس همین اگزیستنسی که میگیم باز همون آیا, آیا, واقعا اصلا یه چیزی, چیزی به نام هستی و نیستی وجود داره نمیخوام بهتون بگم راجبش فکر بکنید به خاطر به مجددی که راجبش فکر بکنید یه دفعه میرین توی ذهن خودتون و یا ولی آیا واقعا هستی و نیستی چیزی به این صورت وجود داره یعنی آیا چیزی هست که هست و چیزی هست که نیست اونی که نیست چیه پس بازم هستش باز من نمیدونم چجوری توضیح بدم این مسئله رو بعد حسش کنید خیلی چیزها رو خیلی مشکل توجیه کردنش بارها من گفتم مثل اینکه شما بخواید به یک شخصی که کور نابینا, ب... نابینا به دنیا آمده شما بخواین رنگ رو توضیح بدین و یا مثلا بگین رنگ قرمز چیه یا کسی که مثلا توالات توت فرنگی رو اصلا مزه نکرده و ندیده و نچشیده بهش بخواین توضیح بدین که مزه توت فرنگی به چه صورته خیلی مشکله باید حسش کنیم بعد تجربهش کنیم بعد در درون خودتون اینو تجربه کنیم فقط تجربه با اون مدیتیشن ها و با اون در زمان حال بودن ها و با اون انلایتمنت شدن ها و با اون چیزهایی که یه دفعه بهش میگن سپانتینیس انلایتمنت که حسش بکنین وقتی خودتون با اون به صلاح یونیفاید فیلد آف یکی میکنین اون موقع هست که درک میکنین که همه چی یه چیزه همه با هم یکی هستیم اصلا هستی و نیستی نیستش چیزی به نام هستی و نیستی وجود نداره به خاطر اینکه اگر یه چیزی هست که هست هستی هم که هیچ وقت از نیستی نمیتونه به وجود بیاد نیستی را... پس نیستی هم جزوی از قسمت هستی میشه به خاطر اینکه هستی جزوی از درون اون نیستی هست باز من رفتم توی به هر حال درون خودم و وقتی که فکر میکنم که چی دارم میگم خودم بعضی موقع ها بر خنده میگیره که اون باز ذهن منی که داره بازی میکنه ولی تمام اینها اون اگریمنت ها و قراردادهایی هستن که ذهن ما میبنده مثلا ما میگیم بالا و پایین وقتی که میخوایم با خداوند صحبت کنیم دست اونجا می میگیم خداوند و خدایا قافل از این که این بالایی که ما الان داریم میگیم بالا و این پایین اون کسی که در اون طرف نخ... کره زمین نشسته اون بالای ما برای اون شخص پایینه و بالا... پایین ما برای اون شخص بالایه و اصلا بالا و پایینی دیگه معنی و مفهوم آنچنانی نداره و اون فقط یک حالت نسبیت پیدا میکنه که باز اگر در عمق اون بریم میرسیم به انیشتین عزیز و فرزی فرضی نسبیتش که چقدر زیبا اون همه این چیزا رو توجیه کرده و با علم اه... تونسته اه... یک بس... یک قطره و یا یک ذره از اون روحانیت و غیره رو به ما بتونه بفهمونه که متوجه بشیم واقعا چی هستش ولی همین بالا پایینی ها و همین چپ و راستی ها و همه این چیزها به حال وجود قطعی و یا مطلق نداره تمام اینها زایده ذهن ما هستش